شهرام کاشانی، هنرمندی که در 47 سالگی از دنیا رفت و در زندگیش روزهای سختی رو گذروند. علت فوتش چی بود؟ صحبتهاش در مورد منصور و اتفاقات عجیبی که براش رخ داد رو در ادامه خواهیم شنید. شهرام کاشانی، معروف به شهرام کی، 16 تیر 1353 به دنیا اومد. در تهران متولد شد و در آخرین روزهای زندگیش میگفت از خوانندگی زده شده و به مشروب اعتیاد پیدا کرده. آهنگ‌های شهرام توی مراسم‌های مثل عروسی و پارتی‌ها پخش می‌شد و همیشه پرطرفدار بود. او در خانواده‌ای با مشکلات عاطفی به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانیش رو در ایران گذروند. ولی وقتی نوجوان بود به خارج از کشور مهاجرت کرد و اونجا تازه شروع مشکلات جدیدش بود. شهرام در تهران و در یک خانواده نسبتاً مرفه به دنیا آمد. در محله جردن تهران در کوچه گلفشان بزرگ شد. توی دوران کودکیش یه جدایی تلخ رو تجربه کرد. وقتی پدر و مادرش از هم جدا شدن و مادرش سالها بعد با محمود قربانی که همسر اول گوگوش بود ازدواج کرد. اما اون ازدواج هم ناموفق بود و به طلاق و جدایی رسید. شهرام با اینکه فامیلیش کاشانیه اما اصالتاً ترک زبان هست و خانواده پدریش متعلق به اردبیل بودن. شهرام به همراه مادر و مادر بزرگش وقتی 14 ساله بود از طریق مرز زمینی به ترکیه رفت. 2 سال اونجا بودن و بعدش راهی مکزیک شدن و بعد به شکل غیرقانونی از مرز مکزیک وارد آمریکا شدن. شهرام دبیرستانش رو در آمریکا گذروند و با یادگیری ساز کیبورد و پیانو توی همون دوران نوجوانی کار موسیقی رو شروع کرد. بعدش با شروع خوانندگی روی صحنه هم رفت. سال 1370 یعنی 33 سال پیش اولین آلبوم رسمی شهرام کاشانی به نام کیوان به بازار عرضه شد. 3 سال بعد در سال 73 بعد از استقبال زیادی که از آلبوم اول شده بود دومین آلبومش رو با نام آتش روانه بازار کرد. این آلبوم یکی از مهمترین دستاوردهای زندگیش بود چون باعث شد نگاه‌های زیادی به سمتش جلب بشه و باعث شد در همون سن و سال کمش به ثروت و شهرت زیادی برسه و موفق شد به لس آنجلس بره و اونجا زندگی کنه. بعد از ورودش به لس آنجلس در مارکت موسیقی ایرانی معروف‌تر شد و باعث شد کارش رو با جدیت و حرفه‌ای‌تر پیش ببره. آهنگ‌هایی مثل دختر بندری و نازی جون پرطرفدارترین آثارش بودن. موزیک ویدیوهاش هم منتشر شد و باعث شد این آهنگهاش بیشتر شنیده بشه. تا مدت‌ها صدای شهرام کاشانی در مراسم شاد و عروسی‌های ایران به گوش می‌رسید. توی همون روزایی که در اوج شهرت بود، تصمیم گرفت با یه خانم به اسم مریم ازدواج کنه. اما شهرام مشکلاتی رو در آینده پیش روی خودش می‌دید که بسیار تلخ و ناراحت کننده بود. مثلا اعتیادش به الکل. همین مشکلات باعث شد زندگی مشترکش با مریم به طلاق کشیده بشه. یکی از اتفاقات عجیبی که شهرام در سالهای کاریش تجربه کرد ماجرای جنجالی کنسرتش در آلمان بود. سال 93 با انتشار ویدیویی که خیلی هم سریع در اینترنت وایرال شد با عنوان مستی شهرام کاشانی در کنسرتش در کلن آلمان، آبروریزی خیلی بدی براش به وجود اومد. اولش منیجر و دوستای نزدیکش و همکاراش سعی کردن که ماجرا رو مخفی یا تکذیب کنن. میگفتن شهرام اصلا مشکلی نداشته و یکی از بدخواهانش قصد خراب کردنش رو داشته. اونا میگفتن بدخواهان شهرام توی نوشیدنیش قرص خواب‌آور ریختن و همون قرص باعث شده که حالش بد بشه. اما مدتی که گذشت مشخص شد که شهرام به شکل شدیدی درگیر اعتیاد به الکل. همین قضیه و مصرف زیادش باعث شد بارها و بارها در مراسم‌ها و کنسرت‌های مختلف تعادلش رو از دست بده. 2 سال بعد از ماجرای کنسرت آلمان، این بار سال 95، انتشار عکسی از او در یکی از خیابان‌های ترکیه با تیتر کارتون خوابی شهرام کاشانی در فضای مجازی پخش شد. مدتی بعد او در یک مصاحبه گفت از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی داره و فقط پاش شکسته بوده و به خاطر درد زیادی که داشته منتظر کمک بوده. بعدها این خواننده اعلام کرد که از چند سال پیش بساط مشروب خوریش با پیشنهاد منصور خواننده شروع شده تا جایی که به مشکلات شدید کبدی هم رسیده. شهرام گفت وقتی جوان تر بودم با منصور آشنا شدم. صدای بسیار زیبایی داشت و آثارش رو دوست داشتم. منصور به من گفت بیا با هم باشیم و حرف بزنیم و آبجو بخوریم.
منم دعوت منصور رو قبول کردم و حس نشاطی که بعدش بهم دست داد باعث شد که مثل یک آدمی که به مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنه، منم به مشروب اعتیاد پیدا کردم و دائم الخمر شدم. البته قطعا خود منصور هم نمیخواسته که اتفاق بدی برای شهرام رخ بده. در هر صورت باید بپذیریم که خود شهرام هم میتونست با گفتن یک نه درگیر این اعتیاد نشه. البته در بسیاری از موارد هم دیگران تأثیر زیادی دارن. نظر شما چیه؟ به نظرتون مقصر اصلی اعتیاد شهرام به الکل چه کسیه؟ شهرام گفته بود منصور چند باری بهش پیشنهاد داده که برای کم شدن استرس و برای راحت تر کار کردنش مشروب میتونه کمک کنه. همین باعث شد شهرام هر روز بیشتر از روز قبل مصرف کنه و هر روز هم اوضاعش بدتر شد. تا جایی که حتی خود شهرام میگفت روزهایی میشده که تا 10 الی 20 تا بطری مشروب میخورده و مصرف بیرویه و زیاد مشروب باعث مشکلات شدید کبدی هم شده. شهرام گفته بود من تا حالا نه لب به سیگار زدم، نه هیچ وقت از نزدیک مواد مخدر هم حتی رد شدم. تنها آلودگی و مشکلم همین مشروب بوده. در سالهای پایانی عمرش مدعی شد که سالهاست مشروب رو ترک کرده، اما مشروب دیگه در بدنش تأثیرات بدی گذاشته بود و هرچند او در یکی از بهترین کلینیک های استانبول دوره های ترک اعتیاد رو گذرونده بود و کاملا پاک شده بود، اما قسمت زیادی از کبدش از کار افتاده بود. شهرام در مورد این قضیه در یک مصاحبه با مجله جوانان گفت قصه دردسرهای من شاید از 10 سال پیش شروع شد. به هر مجلسی که می رفتم یه میز مخصوص مشروب برای من می چیدن و اینجوری شد که من به کبدم صدمه زدم. مدتی پیش به دبی رفتم و افراطم در مشروب خوردن هر روز بیشتر می شد. در نهایت در تیر ماه سال 1400 شهرام کاشانی به دلیل از کار افتادگی کبد در یکی از بیمارستان‌های ترکیه بستری شد و در طی اون دوره به ویروس کرونا هم مبتلا شد. روزهای سخت شهرام و دردهایی که داشت با درگیری شدید ریش به کما رفت. سرانجام در تاریخ 6 مرداد 1400 بر اثر بیماری کبدی و همزمان مبتلا شدنش به کرونا باعث شد که از دنیا بره. او 47 سال زندگی کرد و 8 آلبوم منتشر کرد و تک آهنگ‌های بسیار زیبا و شاد. روحش قرین آرامش و یادش گرامی. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف شهرام کاشانی عزیز بنویسید. اگه علاقه‌مند هستید ویدیو مربوط به مازیار لرستانی رو تماشا کنید. اینکه در سالهای جوانی چطور عاشق یک مرد شده و چه اتفاقاتی بعدش براش رخ داده، لطفاً برای تماشا روی این تصویر کلیک کنید. سپاسگزارم از لطفتون به خاطر لایک این ویدیو. خدا نگهدار.